ما نرد چشم خورد دیدم سقز اینا سقز هم داره یاد بچگی هم رو فردیم آخه زیر ماشینن باشه چشم بچه گربه هن کوچولو هن چشم الان به اونا هم غذا میدیم امروز یه مقدار بعده بهتره چقدر خوشگیره آخه ببینی؟ آره مادین گل نیلوفره ولی گل نیلوفر نیست خیلی خوشگله جانم انگار نگین داره وسطش شاخه مرتب گل میده اونایی دیگه بیا ماما جان اینجا انقدر سر و صدا تو فکر نکنم صدا بیفته میخوایی لیمو بگیری آبشو بگیری آره بگیرم ببری خونه بشورم یه رو آبشو بگیرم ولی اینجا خودشون بشورم که بگیرم میشورم خودشون اینجا هم ترشیجاتشونه اکتیوه دیگه نه لکه برایش خوب قبلی داره اکتیو خوبه من یا پرسیل میگیرم یا اکتیو میگیرم همیشه لکه برایش خوب قبلی داره لکه برایی داره؟ آره دیگه خوب قبلی داره مایه دستشویی، مایه لوشویی اینا من همیشه رنگی بنفشش خیلی دوست دارم بنفشا خوشبو هم هستن معمولا بده من عزیزم من گل پنیرک رو از اینجا رو داریم داخل این اتری بگیریم تموم شد گل پنیرکه؟ تموم شد سلام وقتتون بخیر اشکال نداره دارم فیلم میگیرم اینجا خیلی جنساشون تنگیزی من همیشه اینجا خرید میکنم البته زده شعوری هست یا شعوری چیز پنیرک بله بر پنیرک این چقدر همچین تازه و خوردنی یه از نزدیکشون بگیر
واقعا کیفیت جنساشون خیلی بالاست. زردچوبه یعنی گرفتن دور زردچوبه میده تو غذا. خوش رنگه. آسیاب میکنه میده. این دستگاهشه که زردچوبه آسیاب میکنه. تموم داره میشه. آسیاب میخوان هم روز 30 دقیقه گران ها بشه. بله یه روز هم وسط مرسه بود. فندق هم میاد واسه هم با فندق میگیریم هم با بادوم زمینی گرفته میشه. درسته. بله معمولا تنوع داشته باشه که مشتری رو کدوم خاص انتخاب کنه. آره. هم قهوه 73 الریکا قهوه‌ای مثل فول کافه اینا رو بخواید در روز آسیاب می‌کنه. همه چیزو تازه آسیاب می‌کنه میده. خیلی جای خوبیه. تمامی مختلفش رو گذاشتیم. شکلاتیه که قهوه‌ای داره. شکلاتی میوه‌ای ترکیبه. اینم که فقط شکلاتیه. 160 تومن؟ 168 تومن. سقز هم دارم یاد بچگی هم افتادیم آخه ما فقط سقز میخوردیم بچه میگیم آدم سقز من یه سری امتحان کردم طعم خوبی هم داره یه طعم خاصی داره ولی خوشمزه است آره مثلا یه تکشو میکنیم اینجا دیگه نرم نرم میشه
کردیم. چند تا بسش؟ بسی 25 تومن. 25 تومن. بگیرم یه دونه بگیرم. این هم تابلوشون که الان ما اومدیم عطاری ماما خرید کرد. تابلوشون خیلی خوبه. آره خوبه. نازک نباشن مامان جان. بعد بپرسم. اینم 500 تومانیه. میگه 1000 تایی شده تو کنم رو ببنش بگو لازم تلازم سو قالب یخ هم بگیرم قالب یخ ببینم مامان آها همین ساده هست میگه 50 تومن خوشگیرن اینا روش میشه فلفل و اینا دیگه سرویس آدم وقتی میگه دوست داره باز یاد اینا رو خرید کنه اسم فارسی قشنگ نوشته زیره میگه 500 تایی آدم خیلی شوهر دالدار داره تموم نمیشه آره دستتون درد نکنه خدا نگهدار سر هیچ و پوچ دنیا منو جا گذاشتی اما من فراموش گرفتم تا به گوبا رفتم به چی رسیدی. سلام میکنم خدمت همراهان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان همونطور که دیدید ما رفتیم بیرون، این مقدار من خرید داشتم، رفتیم خریدمون انجام دادیم. از همه واجب‌ترین آب لیمو بود که الان لیموی تازه اومده، گفتم برم آب لیمو رو بگیرم که واقعا تو خونه من هر روز استفاده میکنم. لیموش هم خیلی خوب بود. من از این آب لیمو گرفته بودم قبلا، این لیموی آب لیموی شرکتی اصلا مزه نداره، یعنی تو غذا می‌ریزی اصلا مزه نداره، اون طعم و ترشی رو نداره، ولی این خیلی عالیه. لیموش دیگه این آب لیموی که الان داخل اینه، من 6 کیلو لیمو گرفتم کامل پر شد. این ظرفم گفت 4 کیلویه، یعنی شد 220,000 تومان، 222 تومان. حالا دیگه پول در بچه چقدر حساب کرد نمیدونم، ولی فکر میکنم 35 تومان یا 38 تومان این لیمو رو هر کیلوش رو حساب گفت کیلوی 35,000 تومان. 35 تومان. حالا بقیهش هم شده دیگه پول این ظرفش. این از آب لیمومون. ما یه لباس شوییمون هم تموم شده بود، اینم ما یه لباس شویی گرفتم، اینم عرق بیدمشک. الان بیدمش که مثلمون عطاری که رفته بودی میرفتن، جنس های تازه خیلی خوبی داره. خریده کرده بودم که کنم اومده نشون میتون بدم. اینم از این کیسه فریزر ها که 500 تایشو ببری زخیم تره. یک کیسه فریزر گرفتم فکر میکنم 80 تومن حساب کردیم کیسه رو. بیدم که قالب یخه گل پنیره زنجبیلی چه بوی راه انداخته اینجا. سوار ماشین شده بودی من یه لحظه پیاده شدم اومدم داخل ماشین، قشنگ بوی زنجبیل و بوی اون پودر سیر کامل پیچیده بود تو ماشین. پودر سیره و این زنجبیله، این پودر سیره. خب این خریدای ما اومدیم از بیرون اومدیم، خیلی هم گرم بود هوا. یه آب طلبی من قبلا گرفتم آماده کردم بودش بودم یخچال گفتم و بیرون میای تشنه میشه، یکی لیوان آفاله می بخوریم بعد بریم سراغ یه ویدیوی جذاب و خیلی عالی و خوشمزه. حالا میام نارنجی در من. خب این الان میچسبه دیگه، چون داخل یخچال بوده خیلی خنکه دیگه، یخ احتیاج نداره. نه نه نمیخواد. بفهمید مرسی عزیزم، جای دوستان واقعا خالی، واقعا جاتون خالی. خیلی هم شیرینه، اصلا من شکرم اضافه نکردم ولی خیلی شیرینه.
بخورم. آره با ما شیرینش اندازه است. خیلی شیرینه. آره. یعنی اصلا نیاز به شکر نداره. دیگه. اون دیگه میشه اضافه. آره. ضرر داره. داره. سالم خوری. سالم خوری. خب بریم سراغ ویدیو امروزمون، سراغ آموزش جذاب و خوشمزه امروزمون که فقط ببینید میخوام براتون چی درست کنم. یه سالاد خیلی خوشمزه و خوش رنگ رو. باور کنید این سالادی که شما درست کنید هر کس ببینه دستورشو میگه بده به من که درست کنم. این سالادی که من میخوام درست کنم اسمش هست سالاد زیتون. حالا بریم ویدیومون شروع کنیم. من موادم ترکیباتی که لازمه برای سالادمون خدمتتون میگم که چه موادی ما لازم داریم. دو تا فلفل دلمه خیلی کوچیک، اگر فلفل دلمه‌یاتون بزرگ بود از هر کدوم نصف فلفل دلمه. من الان دو تا فلفل دلمه خیلی کوچیک گذاشتم، یه دونه زرد یه دونه قرمز و یه دونه پیاز متوسط. پیازتون قرمز باشه سالادتون قشنگ‌تر میشه. جعفری لازم داریم که جعفری وقتی خرد کرده بشه میشه نصف لیوان فرانسوی، پس ما جعفری خرد کرده لازم داریم که من اینجا خرد کردم آماده گذاشتم. نصف لیوان گردوی خرد شده، یه لیوان زیتون، زیتون بدون هسته که وقتی خرد شد خب میشه نصف لیوان، یک چهارم پیمانه ما رو بنا لازم داریم. پیمانه ما میشه این لیوانای فرانسوی، یعنی یک چهارم لیوان فرانسوی رو بنا. یه قاشق غذاخوری هم رب پاپریکا. حالا اگر رب پاپریکا نداشتید میتونید از سوپرمارکت ها تهیه کنید. البته این رب هم ربیه که من خودم تهیه کردم. حالا لینک این ویدیو رب پاپریکا رو ما تو کامنت اول براتون پین میکنیم. یک چهارم لیوان فرانسوی هم روغن زیتون. ادویه هم که میخوایم یه قاشق مرباخوری سوما، یه قاشق مرباخوری اورگانو، حالا اگر نداشتین آویشن، یه قاشق چای خوری پول بیبر، نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه و نمک به مقدار لازم. حالا این پول بیبر هم شما اگر میدونین تنده، مثلا خب نمیتونید زیاد تند بخورید، میتونید این مقدار کمتر بریزید. خب دوستان الان من اولین کاری که باید انجام بدم، خب سبزمون که خرد کرده آماده است اینو میذارم کنار. پیاز و فلفلمونو باید خلالی نازک خرد کنم. این زیتون هم چون بدون هسته هست و میخوام حلقه حلقه کنم. هر یه زیتون 4 تا حلقه در میاد. زیتونش درشته. این زیتون بستگی به خودتون داره. حالا بیشتر هم دوست داشته باشید خب میتونید درست کنید. یه وقت میدیم آبادتون بیشتره میتونی زیتون رو اضافه کنی. خب الان من میخوام سس سالادمون رو درست کنم. اول یه قاشق از رب پاپریکا میریزم، رب انار، خب حالا ادویه رو اضافه میکنیم، سوما، اورگانو، پول بیبر، فلفل سیاه و نمک. خب حالا مخلوط میکنیم همه رو با هم. پیاز و فلفل. حالا این پیاز و فلفل ها رو من ریختم قطعی سس ما، یه مقدار چای میزنم که قشنگ طعم سسمون آزاد بشه. خب حالا زیتون رو اضافه میکنم. گردو و جعفری خرد شده. خب همه این مواد من ریختم داخل این سس، حالا کامل مخلوطش رو میکنیم.
این هم سالاد زیتونمون درست شد، تموم شد. حالا باید بذارم یخچال 10 دقیقه بمونه که قشنگ طعمش با هم بالانس بشه و خوشمزه بشه. بعد میارم میشم داخل ظرف سرومون. خب الان حالا در 10 دقیقه تا یه رو کشید که گذاشتم یخچال، آوردم که بکشم داخل ظرف سرومون. سالاد زیتون خیلی خیلی خوشمزه مو که دوستان فقط ببینید چی درست کردم، یعنی مطمئنم که درست کنید خوشتون میاد، خیلی خوشمزه است. من تستی انجام میدم این سالادمونو ببینم اون فلفلش و این ادویه‌ای که زدیم طعمش چجوری شده. فلفل قرمز، با اجازه دوستان بی نظیر شده دوستان، واقعا خیلی خوشمزه شده، جای همه دوستان خالی. واقعا هم سالاد خیلی خوشمزه ایه، هم خیلی جذابه، هر میز مهمونیتون رو خیلی قشنگ میکنه. حتما حتما درست کنید، خیلی هم درست کردنش راحته. خب این سالاد دیگه من بذارم کنار، تموم شد. حالا بریم سراغ گربه ها. من برای گربه ها سفارش دادم، غذای خوش برشون گرفتم و اینکه براشون یه قابلمه غذای تازه پختم که باید بریم غذای گربه ها رو بدیم. این غذای تازه است که برای گربه ها گذاشتم. البته این غذا رو من موقعی که میخوام درست کنم مثلا این تابه پرتر میشه، خیلی زیاد درست میکنم. مثلا ببینید 3 روز 4 روز من غذا دارم، هر دفعه یه کاسه پر میکنم براشون میبرم میریزم میخورم. این غذا رو من دیروز درست کردم، نصفش دیشب بردم ریختم خوردن، نصفش بردشم برای امروز، گفتم غذای خوشکم کنارش بهشون بدم. مامان قشنگ سیب زمینی، هویج، همه چی براشون میریزه، خیلی دوست دارم. بعد مثلا من این غذا رو که میبرم کاسه هم میبرم جدا براشون آب میذارم، اینا تابستونه چجوریه، خیلی دوست دارم آب مرغل میان اول میخورن، میخورن خیلی دوست دارم. من دیگه حالا به خاطر همین قشنگ آبدار درست میکنم برشون. من اونجا هم غذای خوشکم باز کنم ببینید. خب این غذایی که الان من میخوام بدم به گربه ها، البته این بسته غذای خوشکه از طرف مناجانه. مناجان یه بار پر ریختن که ما برای گربه ها غذای تازه درست کردیم، بار دوم که ریختن گفتن که غذای خشک این سری براشون بگیریم که حالا ما گرفتیم. بعدی که دیگه از دوستان عزیزمون به نام همیرا جان این مبلغ رو ریختن، گفتن اینا برای پیش نازنینمون غذا بگیریم. من خودم هر روز، یعنی هر روزم نگم، حالا یه روز در میون هفته ای 2 الی 3 بار درست میکنم براشون میبرم. حیوانن دیگه، آدم بالاخره تا جایی که از دستش برمیاد کمک کنه بهشون رسیدگی بکنه ثواب داره. حالا من در این غذای خوشکو باز کنم نشون بدم. اینو ما از دیجیکالا دیگه سفارش دادیم. و من بعد اینو پریده جان از دیجیکالا سفارش دارم خوش 2 کیلویی که حالا باید باز کنه که مقدار اون غذای تازه خنک شه، که هر دو هم غذای تازه براشون بذاریم هم غذای خوش ببریم ایشون میدیم بخورن. پیشیشو ببین، دست مونا جان درد نکنه، دست همیرا جان عزیزمون هم درد نکنه. انشالله که زندگیتون پر از خیر و برکت باشه. به هر حال هوای حیوانا رو داشتین، از همونجا از راه دور یادشون کردین، خیلی با ارزشه. ظرفای غذاشونو چند که داری که راحت
بخورن همشون. آماده کردم، میخواستم گذاشتم برای آب مرغ، چون آب مرغم خیلی دوست دارم، غذای تازه هم دوست دارم. حالا همه دوتا چو براشون میذارم دیگه، هم تازه هم خوش. آماده شدم که ببریم پایی براشون. من این سری بیشتر سینه مرغ براشون گرفتم آما. آخه راحت بکنم آره. نگه آره. مرغ تو روش بیشنه کن، روش رو قشنگ پول کردم براشون رو کنم. اومد آره. اینا بیشتر روزا میرن جایی که خنک‌تره، ولی دونه دونه غروب که میشه میاد. پیشی گرسنته، بیا اینجا. ماشینن؟ باشه چشم. بچه گربه هن؟ کوچولو هن؟ چشم. الان به اونا هم غذا میدیم. میگه چی؟ گفت یه چند تا بچه گربه زیر ماشین هن، به اونا هم غذا بدید. خب باید ببینیم کجا برشون بره. آره میسیم که بچه دار شده. این بچه ها رو یک گوشه گذاشتن اینجا، خیلی کم هستن تو پارک. بعد مثلا آخر شب ببینیم میان. آره من که خانه بیستیم که این طرف هم بریم پیداشون کنیم. برای اونا بریم. حیوانی هم یه توپال کرد همیشه، حالا نبودن اومدن زیر ماشین. این برشون بذاریم بخورن. بیا بخور، بیا بیا. اینا یکی دیگه هم اینجا داره میاد. آره اون بچه گربایی که گفت که ما ندیدیم. بیا میخورن. بیا غذاتونو بخورید، من نیم ساعت دیگه میام ظرفا رو جمع میکنم. باشه. یه جوری بهشون میگم انگار متوجه میشن. آره دوست داره، داره میخوره جانم. این چیز رو در پارکینگ بود، من دیگه بودشم کنار دیوار، گفتم یه ماشین میاد دیگه خلاه دارن، نه قضاشون میتونم بخورم. آره یکی همون کنار بایستده، یه دونه که میخورم یکی میری کنار. آره یکیشون هم اینجاست، این سیاهه. ماما اون میخواد بره دنبالت تو پارک. بیا 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 بریم. بیا بیا برو برو. آره وقتی بریم راحت میان میخورن. میان یعنی دوتا میپوشه چند. آره همسیه ها من میدونم مدیش مورم گذاشتن نگاه کن میدونی بچه هیه. آره مجال آب گذاشتن تشنشون میشه دیگه. خیلی این حیوانی ها خیلی گناه دارن. سواب داره مطمئن آب. آره تشنگی بده. بریم آم. بریم عزیزم.
بای بای. آره شما گرسنه‌ات نیست؟ های؟ ولی داری دور دهنت تمیز میکنی بکنم خورده غذا تو بی برو غذا بخور بازم. آره من دیشب ساعت 9 شب بود براشون غذا آوردم. آها بعد همه شون این وسط بودن. آخه بعدن دویدن همه دیگه داشتن میخوردن.